سرخط خبرها، پیام واضح پاکستان به گروه طالبان و در ادامه مرگ 86 نفر بر اثر مرضی کانگو. خوش آمدید به یک دیگر از ویدیوهای خبری کانال وان اسمارت. برای آگاهی از اخبار جدید و روزانه کانال ما را سابسکرایب نمایید. خراسان انترنشنال روی صفحه رسمی تویتر خود می نگارد: خواست پاکستان از طالبان جنگ علیه پاکستان را حرام اعلام کنید. دولت پاکستان از امیرالمومنین ملا حبت الله رهبر رژیم طالبان خواسته است که در یک فرمان رسمی جنگ را در تمام پاکستان حرام اعلام کند. شماری از انتحاری های طالبان پس از فروپوشی دولت در خراسان برای ادامه جنگ با پاکستان رفتند و ملا حبت الله امیرالمومنین نیز برای اینکه انتحاری ها به داعش ملحق نشوند مانع حضور آنان در پاکستان نشده است. و همچنان این در حال است که اطلاعات روز روی صفحه و بلاگ خود می نگارد: سازمان جهانی صحت از مرگ 86 نفر بر اثر ابتلا به بیماری کانگو در افغانستان خبر می دهد. سازمان جهانی صحت می گوید که موارد مرگ و میر تب و خون ریزی دهنده یا کانگو در افغانستان به 86 مورد افزایش یافته است. طبق گزارش این سازمان امروز پنجشنبه 19 اسد منتشر شده تا یک هفته 31 سال جاری میلادی 15 مورد ابتلا به کانگو و یک مورد مرگ ناشی از این بیماری در افغانستان ثبت شده است. به گفته سازمان جهانی صحت در کل تا 8 هفته اخیر 76 مورد مشکوک ابتلا به کانگو و 7 مورد مرگ مرتبط به این بیماری گزارش شده است. با این حساب طبق آمار سازمان جهانی صحت تعداد موارد مشکوک ابتلا به کانگو در افغانستان به 806 بیمار و شمار مرگ و میر نیز به 86 نفر می رسد. سازمان جهانی صحت می گوید که مرگ و میر مرتبط به کانگو از 14 ولایت گزارش می شود، اما بیش از نیمی از آن در ولایت های کابل و بلخند. به گفته این سازمان 99% این بیماری افراد بالاتر از سن 50 سال و 30% زنان هستند. تب خونریزی دهنده یک بیمار ویروسی است که از کنه ها و دام ها به انسان منتقل می شود. دکتران می گویند که برای پیشگیری از کانگو در قدم نخست باید تماس با حیوانات به حداقل برسد. همچنین آگاهی دهی به مردم از خطرهای این بیماری و داروپاشی حیوانات بخشی از راه های پیشگیری از این ویروس است. با تشکر که تأخیر این ویدیو با ما بودید. برای آگاهی از اخبار جدید و روزانه کانال ما را سابسکرایب نمایید.